ما در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری یه آماری عرض میکنم. اول ما در واقع در حدود 60,000 شعبه در داخل و خارج از کشور انتخابات رو برگزار میکنیم با بکارگیری مردم در اجرا قریب به 800,000 نفر در اجرا و نظارت کارگیری میشند. خب این مقدماتی داره، شعب با جایگاهش مشخص بشه، چون احراز هویت باید به صورت برخط صورت بگیره، قاعدتا کارهای سنگین زیرساختی لازم داره که توسط وزارت ارتباطات از ماها قبل برای انتخابات مجلس شروع شد و ادامه داشت. در قانون ریاست جمهوری با اصلاحی که مجلس انجام داد، دو مدرک هویتی استفاده میشه، شناسنامه یا کارت ملی. البته تبصره ای خورده که اگر کسانی که شناسنامه قدیمی دارند با ارائه کد ملی به همراه شناسنامه امکان رأی دادن یا رأی گرفتن توسط شعبه وجود داره. ما در قانون مجلس الزام شده دولت که 1/8 حوزه های بالای 2 کرسی را میتونه رأی الکترونیک هست. در قانون ریاست جمهوری نیست، بنابراین رأی گیری از بر اساس تعرفه کاغذی صورت میگیره. خب ما حدود 61 میلیون و چند صد هزار نفری که واجد شرایط داریم، معمولا درصدی بیشتر، ما 70 میلیون تعرفه برای مرحله اول چاپ کردیم. شما نمیتونیم ملاحظه بکنیم بگیم خب مثلا 20% کمتر چاپ بکنیم، شاید مثلا مردم 80% کمتر بیان، مثلا 30% کمتر بیان. علاوه 70 میلیون تعرفه چاپ شد، ارسال شد، 70 میلیون تعرفه هم برای مرحله دوم چاپ شد که این هم در اوایل همین هفته توزیع شد و در اختیار استانها قرار گرفت و قاعدتاً اونا شهرستانها و بخشها و بعد شعب متناسب با شرایطی که هست. تعرفه‌های اول و دوم کاملاً با هم متفاوت، هم به لحاظ رنگ هم به لحاظ مت متفاوت. کدهای امنیتی چندگانه بر روی تعرفه‌ها ثبت شده به لحاظ اینکه رأی مردم حق الناس صیانت بشه، به شدت مراقبت میشه.